اعتراض در ایران هشداری جدی به یک رژیم مستبد و ورشکست است. این نوشته روزنامه گاردین همزمان با گسترش اعتراضات خیابانی در ایران و همبستگی جهانی با معترضان روزنامه بریتانیایی گاردین این اعتراض ها را هشداری جدی و احتمالا آخرین فرصت برای رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی دونسته. گاردین در سر مقالش با انتشار تصاویری از اعتراضات خیابانی مردم ایران علیه حکومت دجال جمهوری اسلامی که در پی اعتراض به مرگ محسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد شله ور شد، نوشته این تظاهرات هشداری جدی و احتمالا آخرین فرصت برای یک رژیم مستبد و ورشکسته اخلاقی است که به خواست معترضان گوش بده گاردین در این روزنامه واکنش مقامات مزدور جمهوری اسلامی به مرگ محسا رو آشنا خونده و مقامات پلید جمهوری اسلامی رو به پنهانکاری و دروغگویی متهم کرده در حالی که خبرها از تهران ها از سیل عظیم مردمی است که به سمت بیت نفرین شده رهبری در حرکتن روزنامه پرتیراژ چاپ بریتانیا با اشاره به جنبش سبزی که در خرداد 88 و بعد از جنجال انتخاباتی در ایران شکل گرفت اعتراضات پیش رو در ایران و متفاوت از گذشته عنوان کرده و رشادت زنان جوان در مقابله با نیروهای سرکوبگر امنیتی رو الهام بخش توصیف کرده. در بخش دیگه از این مقاله به رفتارهای دوگانه ای ابراهیم رئیسی جلاد رئیس جمهوری منفور ایران در خصوص حقوق بشر اشاره شده. گاردین با اشاره به وضعیت جسمانی علی خامنه ای رهبر ملعون 83 ساله جمهوری اسلامی نوشته تغییر در راه است و حالا زمان خوبی برای بازنگری در آینده ایران در داخل و جهان خواهد بود. در آخر همین روزنامه در متنش مردم ایران رو بعد از هزاران سال همون مردم با تمدن و حق طلب هزاران سال پیش توصیف کرده که در برابر حکومت های دیکتاتور قد علم کردن و جلوی خرابی های بیشتر رو گرفتند.